شما هستیم در بخش کلید نور. شما سوالات دینی خود میتونید با ما شریک بسازین و استاد پوپال زای با ما هست در این بخش. صبح بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون و همکار تکنیکی برنامه. بسیار خوش آمدید استاد جان. بریم به طرف سوالات شما، ببینیم که چه پرسش هایی را امروز مطرح کردین و نخستین پرسش هم از دوست ما. بله، نوشتن که احمدی، اگر یک مرد به خانم و اولادش به مدت 2 ماه نفقه نداده، خانه هم نیاید، از آنها خبر هم نگیرد، خانم دیگر گرفته، خانم و اولادای خود را بیخبر مانده باشد، کدام حکم در موردش است؟ یا که مرد از حق دارد 4 خانم بگیره؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در هفته گذشته هم روی مورد تعدد زوجات یا چند همسری صحبت داشتیم و در اونجا ذکر کردیم که خداوند متعال جل و علا شانه اگر به کسی که اجازه مباح گردانیده تعدد زوجات را، یعنی برای مرد میتونه که 4 زن را بگیرن، اما مباح است به شرطی که عدالت را تأمین کرده بتانه. اگر عدالت را تأمین کرده نمیتانه، این جواز نداره بلکه حرام هست. ببینیم که خانم حق داره که نفقه از طرف شوهر برش پرداخت شود، نه ای که خانم گرفته شود ولیکن دیگه فراموشش بکنن و بعد فراموشی بسپارنش. خداوند متعال جل و علا شانه در قرآن عظیمشان بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. یکی از جمله حقوقی که زن خانم بالای شوهر خود داره، دادن نفقه هست. شخصی آمد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد، گفت که خانم بالای ما چه حق داره؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب گفت که حق خانم این هست که وقتی که نفقه نیاز داشت برش نفقه را پرداخت بکنی، وقتی که با لباس ضرورت داشت لباس را برش مهیا بسازی، به همراهش به نیکی رفتار بکنی، توهین و تحقیرش نکنی و به همراهش نیکی رفتار بکنی. این حقوق است که خانم بالای شوهر داره و نفقه از جمله حقوق اولیه هست که باید شوهر بر از او پرداخت بکنه. به این معنا نیست که اگر خانم یک خانم دیگه ایره میگیره که 2 خانم میشه و یک خانم با یک خانم مصروف میباشه و خانم دیگر فراموش میکنه و اولادای خود را نفقه برش پرداخت نمیکنه، این گناهی بزرگ در مرتکب میشه و باید در این مسئله اما تکلیف خود را روشن بسازن. به خاطر پرداخت نفقه نباید از این امر پروردگار دوری بکنن، چرا خداوند متعال جل و علا شانه در آیات متعدد ما را امر میکنه که وعاشروهن بالمعروف، به همراه خانمانتان به نیکی رفتار بکنین. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع، آخرین خطبه‌ای که حجی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داد و خطبه‌ای را که ایراد میکنه، میگه که من شما را توصیه میکنم در مورد خانمانتان، اونا امانت الهی در نزد شما هست، پس او امانت را درست وارسی بکنین و از او درست سرپرستی. بله جناب پوپرزای صاحب، گاهی وقتا میشه که ما خیانت میکنیم و او خیانت ما هم خیلی بزرگ میباشه، حتی قسم یاد میکنیم و قسم هم فراموش میکنیم که ما فلان جا قسم یاد کرده بودیم. ضیای انوری هم پرسشی مطرح کردن در همین مورد است. بله. میشه که سوال از ضیا جان بیارین همکارا. اینا هم سلام وقت بخیری تقدیم کردن. گفتن آیا کسی که دست خود را بالای قرآن پاک گذاشته سوگند یاد کند که خیانت نمی کند، اما باز خیانت می کند، چه جزای شرعی در این دنیا و در آخرت دارد؟ به طور مثال گفته افرادی که در کمیسیون انتخابات کار میکنه. عجب سوال بجا هست. چیزی که ما را از خدا دور بسازن، چیزی که احکام الهی را زیر پا گذاشته شود، او گناهش بالاتر و بزرگتر است. ما یک روز جامعه گرایی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را میخواندم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در یک قسمت میشه که گریه میکنه از شب از شبها و اشکش به اندازه میشه که ریش مبارک تر میشه
و پیش خود فکر میکنه و به الله دست بالا میکنه که خدایا اگر ما در حکومتی که دارم، اگر ما کدام کمی و کاستی کرده باشم، تو با لطف و مرحمتت مرا ببخش. نباید نشاید شوه که در روزی از ما سوال شوه و ما در این مسئولیت بزرگی که به ما سپرده شده باشه ما کمکاری کرده باشم. بله. حضرت عمر را ببینید که در زمان خلافتش عدالت در کجا میرسه. ما امروز چیزی که داریم از برکت تعداد زیاد سیستم اداری ما، از برکت اما خلافت حضرت عمر رضی الله عنه هست. عدالت، امنیت، همه را مراعات کرده بودند. حال میبینیم که در جامعه که ما زندگی میکنیم یک تعداد کسا هستن که اتا به تمسخر میگیرن امی موضوعات اسلامی و دینی را، حلف گذاشته، حلف کردن، قسم یاد کردن به قرآن عظیمشان، دست ماندن و سوگند یاد کردن، این مسئله بسیار پایین نیست، مسئله بسیار بزرگ هست. درست است، وقتی که یک آدم قسم میخوره که من اینی کار را با صداقت و امانت و ایمانداری انجام میتم، اگر خلافی از او عمل میکنه، یک مسئله ای که با قسمی که یاد کرده دروغ عمل کرده، دوم دیگه ای که مردم را فریب داده، بازی داده. درست است، من همیشه ایره میگم که زندگی دنیا ارزش از ایره نداره که ما به خاطر حفظ مقام خود، به خاطر حفظ منزلت خود، به خاطر نام و نشان خود ما یک کاری را بکنیم. ولی کسایی به خاطر ارزش دنیا این کار را میکنن. کردن. بله. نه تنها که میکنن بلکه کردن، به سرنوشت ملت بازی کردن. یک مسئله را باید یادآور شوم، ای که ما ملت افغانستان، ما مردم افغانستان تا زمانی که متحد نشیم، اتحاد نکنیم، یکی به جان دیگه یک اما وحدت و یک پارچگی و محبت خود را حفظ نکنیم، ما نه به سربلندی میرسیم، نه به کامیابی میرسیم و نه به آرامش و امنیت میرسیم. امروز متاسفانه که چشم یکی به جان دیگه هست که چطور میتارم که من به جان خودت بزنم، تو چطور میتونی به جان من بزنی، من چطور میتونم که یک خیانت بکنم، ولی که همگی فکرم به طرف جیبم است که خودت نگاه بکنم دیگر بالا در پس. بله. امروز کسایی که در رأس حکومت هم قرار دارن متاسفانه تعدادشان عین شکل هست. اگر از امیر گرفته تا اجیر حساب بکنیم، ببینیم که چقدر خدمت برای مملکت کردن و چقدر خیانت برای مملکت کردن، چقدر به خاطر این ملت کار کردن، چقدر به خاطر جیب و به خاطر بادارا کار کردن. ما مریم جان صبح طرف دفتر می آمدیم، مریم گفت که از سفر آمدی چی را دیدی؟ با خودت هم قصه کردم، گفتم چیزا ندیدم، فقط او طرف که میری یک جای دیگر را میبینی. گفتم دلت خودش دشنام میته برای کسایی که به این خاک، به این سرزمین خیانت کردن. و او هم خیانت بزرگ، همه چیز بر جیب خود، به فکر خود بودن دیگه. اینا خیانت ملی برشان گفته میشه. و این خیانت ملی، ایمان عزیز، ما همیشه گفتیم که حقوق تقسیم میشه بین حق الله و حق العباد. حق الله مربوط الله میشه، از کسی را خواست میبخشه، کسی را که نخواست نمیبخشه. اما حق العباد، حق العباد بخشیدنش تا زمانی که بنده ها نبخشه نمیبخشه. این مطمئن باشن که در روز قیامت دست این ملت مظلوم به گریبان از اینا خواهد بود و از اینا خواهد پرسان کرد و خداوند متعال اگر در این دنیا نه، در اون دنیا حتما جزایشان را خواهد داد. و سوال بعدی، محمد مهران عظیمی نوشته، آیا مرگ، ازدواج و عمل نیک و بد بسندگی به تقدیر داره یا از قبل تعیین شده؟ بله، در رابطه به تقدیر، البته که چند دقیقه که وقت داریم، بسیار همینطور بتانیم که مختصر جواب بدیم که تقدیر تقسیم میشه بین تقدیر مبرم و تقدیر معلق. وقتی که ما میایم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که طفل وقتی که در بطن مادر میباشه و با 120 روز، 4 هفته از او میگذره، 4 ماه میگذره، 40 هفته میبخشن تیر میشه، بعد خداوند متعال جلو والا شده هم ملکی را مقرر میکنه و برای از این 4 چیز را نوشته میکنه.
فیؤمرو بی اربع کلمات، امر میکنن که چهار چیز را نشته کنن: عمره و رزقه و اجله و سعید و شقی. چهار چیز از این نشته میشن: عمرش، اجلش، شقی بودن و سعید بودنش. این چهار چیز بر از این شخص نشته میشه. چقدر عمر، چقدر روزی، چقدر اجلش در چی و آدم نیکبخت است یا بدبخت است. خب اینا که بعد از اینکه ما تفصیلی اگر یک روز شود روی تقدیر بحث بکنیم که بعد این شقی بودن و سعید بودنش چگونه هست و اینا، پس آلی میایم سر از این سوال برادر ما که مرگ در تقدیر نوشته هست. اینا همه در تقدیر نوشته است، ولی که به این معنا نیست که این چیزی که نوشته بود همه دیگه انسان یا فرد در او هیچ نوع دخالت کرده نمیتونه. خداوند متعال جل و علا شروع هم خوبی ها را برای ما مشخص کرده، هم بدی ها را برای ما مشخص کرده و برای ما عقل داده که چی چیز را باید ما انتخاب بکنیم. مرگ از جمله مقدراتی هست که ما در او نمیتونیم که دخالت داشته باشیم، او در تقدیر ما مشخص است، معین است. مثلا احمد 10 سال و 15 روز و 15 ماه و 15 دقیقه و مثلا 15 ثانیه، همین قسم 15 ساعت و 15 ثانیه عمرش است. امی که وقتی که وقتش پوره شد، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اجلش رسید نه یک ثانیه تاخیر میکنه و نه هم تقدیم میشه، ده ای هیچ نوع دخالت کرده نمیتونه فرد. اما میمانه مسئله ازدواج. در مسئله ازدواج بنده اختیار داره. بله. خداوند متعال جل و علا شان هو و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لوایح را برای ما مشخص ساخته که تو کسی که همسری را که انتخاب میکنی برای کدام اما مشخصات انتخاب بکن. وقتی که یک دخترتان با پسر با ازدواج میتین برای کدام مشخصات بتین. بعد اگر ما به اونو عمل بکنیم انشاءالله که زندگی خوش و خوب می باشه و نه اینکه چشم پات بگیریم به یک کسی بتیم بعد از او باز یا یک کسی را بگیریم باز پسان بگویم که والا این همه تقدیر بود و مقدرات بود. بله، عمر، روزی، عجل، مرگ، اینا چیزایی هستن که از جمله باز تقدیراتی هست که بنده هیچ مداخله کرده نمیتونه، از جمله مرگ و زندگی و صحت و مریضی هست. دهی بنده دخالت نداره الهی که خداوند متعال برای انسان هر چیزی که مقدر کرده، اما متباقی از این که هست بنده اختیار داره میتونن که تغییرات. بله، بسیار تشکر. تشکر استاد. سوالات دوستان دیگری که باقی مونده انشاءالله هفته بعد ما با استاد شریک میسازیم. بله. و حالا هم وقفه میگیریم و برمیگردیم. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنید.